تو خونه خشونت دارین؟ زیاد جان؟ زیاد خشونت هم، ولی حالا به حال اختلاف نظر و اینا که وجود داره حتما. جدا یه زوج هنرمند سینما بعد از 11-12 سال زندگی مشترک، حدیث فولادوند و رامبد شکروبی از هم جدا شدن. با ما تو این ویدیو همراه باشید، ماجراشو براتون تعریف میکنم. برای اینکه ویدیوی جنجالی بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام به رفقای عزیز خودم، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون توپ 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 باشه. حدیث فولادوند که یکی از پرکارترین بازیگران دهه 80 بودش و اون من هم توی فیلم‌های تجاری و پرفروش بازی می‌کرد. اون متولد سال 56 و الان 44 سال سن داره. جالبه بدونید که امروز یعنی 19 دی ماه هم روز تولدشه. حدیث فولادوند توی سال 1389 یعنی 11-12 سال پیش با رامبد شکروبی بازیگر نسبتاً کمکار سینما ازدواج کرد. البته توی چند تا کار به صورت مشترک با هم همبازی بودن که احتمالاً زمینه آشنایی این دو نفر بوده. این دو نفر به تازگی بعد از 11-12 سال زندگی مشترک از هم جدا شدن. حدیث فولادوند بعد از ازدواجش خیلی خیلی کمکار شد و بعد از یه مدت هم کلن با همسرش از تهران مهاجرت کردن و رفتن شمال کشور ساکن شدن. اونجا هم یه دونه مزون و فروشگاه بزرگ لباس زنونه تأسیس کردن و کلن هر دوشون از فعالیت‌های هنری یه ذره فاصله گرفتن. اولین نفری که خبر طلاق و جدایی این دو نفر رو رسانه‌ای کرد پرسو صالحی بود که نسبت به ماجرای این طلاق این زوج سینمایی واکنش نشون داد و این استوری رو گذاشت. خود حدیث فولادوند هم این ویدیو رو از خودش با برادرزاده‌اش منتشر کرد که کنار دریا وایستادن و از یه شروع فصل جدید زندگیش خبر میده. حدیث فولادوند امروز تمام پست ها و عکس های مشترکی که از رامبد شکروبی توی پیج اینستاگرامش بود آرشیف کرد یا پاک کرد و خود رامبد شکروبی هم که جز فالو اینگاش بودش آنفالو کرد. ولی خب خود رامبد شکروبی که خیلی هم پیج اینستاگرام فعالی نداره و سالی یکی دو تا عکس میذاره و مدت ها هم ازش که اصلا خبری ازش نیست، فعلا واکنشی نسبت به این جدایی نداشته و نه آنفالو کرده نه عکس ها رو پاک کرده، احتمالاً یوزر پسوردش رو فراموش کرده یا گم کرده یا دسترسی هم نداره به اکانت این استگرامش. در صورت ماجرای جدایی این دو نفر به این شکل بودش. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها رو اون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و اگرم ویدیوهای این سبکی دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.